خب وقتی صحبت خانواده هاشمی میشه نیکان، تو در اولویتی این ماجراها رو چگونه به هم ربط میدی؟ اگر بخوایم سرآغاز بحث رو باز کنیم، دیدار هاشمی از همبند قدیمی خودش در زندان اوین هست یا سرآغاز حلقه از بازی های تازه‌ای که خانواده هاشمی هم در این بازی ها کم سابقه نیستند؟ والا ظاهرا من دچار تخصص هاشمیولوژیستی هستم و به خاطر شناختی که از این خاندان دارم خیلی با من راجع به مسئله صحبت کردم، ولی خب من نمیتونم انگیزه خانم فائزه هاشمی رو دقیقا بیان بکنم و اصل رو میگذاریم برای این که ایشون به اتفاق هم بندان سابق خانم کمال آبادی رفتن به دیدار ایشون. نکته‌ای که وجود داره این هست که اینکه یک نفر با سابقه حکومتی بیاد به دیدار خانم کمال آبادی به عنوان یکی از رهبران بهایی در ایران، عضو حلقه مهمی از بهاییان ایران، خب این طبیعتاً با بسیاری از چیزهایی که ما از حکومت انتظار داریم خب متفاوت هست و خود این به خودی خود میتونه خبرساز باشه و داره اهمیت هست. نکته دیگر این که باعث میشه بسیاری از مردم ایران به مسئله حساسیت هایی که در مورد جامعه بهایی هست توجه بیشتری بکنن و کشیده شدن این مسئله به رسانه های اجتماعی و رسانه خارج از کشور اهمیت زیادی داره. حالا چه این کار با نیت سیاسی و تبلیغاتی انجام شده باشه یا نه نیت کاملا انسانی، به همین واسطه میبینیم تحرک اعضای جامعه بهایی در خارج از ایران به واسطه این حرکت خیلی بیشتر شده، اما طبیعتاً واکنش های منفی هم به دنبال داشته، هم از طرف برخی از افرادی که منتقد خانواده هاشمی بودن و هم از طرف افرادی در نظام که در حقیقت مایل نیستند مسائل جامعه بهایی به هیچ عنوان رسانه‌ای بشه. آقای اکبر هاشمی رفسنجانی همونطور که میدونید یکی از کسانی است که در دوران جوانی کتابی نوشت درباره امیرکبیر و حمله و در حقیقت بابی ها رو چیز بسیار توجیه شده میدونه و نگاهی هم که از قدیم داشته خیلی دور از برخی اعضای حجتی هم نبوده، با افرادی مثل تروریست های مؤتلفه هم که اونها هم گرایش های حجتی داشتن رابطه نزدیک داشته، حتی زمانی از زبان آقای ناطق نوری در اومد که در ترور یکی از نخست وزیرها آقای هاشمی بالاخره سلاح رو در اختیار اینها قرار داده. نکته دیگر که بعدا خود آقای هاشمی هم اعتراف کرده این که محله بهایی‌ها رو نشون میداده که مردم بهشون حمله کنن. تضادی که اینجا ما میبینیم فقط تضاد بین حالا برفرض گفته های دختر و پدر نیست، یک تضاد مهم اجتماعی رو ما اینجا داریم. یک اگر شما خاطرتون باشه زمانی در دبیرستان‌های ایران گروه‌های مثل حجتیه خیلی فعال شدن و کسانی مثل همین آقای جواد ظریف و یا آقای سروش و خیلی دیگه عضو این حلقه بودن و تبلیغ علیه بهائیت رو در رده‌های مختلف انجام می‌دادن. من حال البته اینجا بحث طولانی میشه، ولی هفته گذشته در جلسه حاضر بودم حداقل به صورت ویدیویی با نمایندگان پارلمان کانادا در ارتباط با حقوق بشر ایران که در حقیقت وضعیت حقوق بشر ایران رو افراد مختلفی بودیم که شهادت میدادیم. روز قبل از من آقای دکتر پیام اخوان بود و بعدش دکتر احمد شهید و روزی که من قرار گرفتم مقابل این کمیته آقای حسین رئیسی وکیل دادگستری و مدرس حقوق دانشگاه کارلتون بودیم و من، و به تفصیل راجع به وضعیت بهائی‌ها صحبت شد و تحولاتی که انجام گرفته. همین که الان جوامع مختلف حقوق بشری دنیا دارن توجه بیشتری میکنن به مسئله بهائی‌ها، میتونم بگم اثر مثبت این دیدار بوده، اما اثر منفیش اون واکنش منفی هست که الان ما در نمازهای جمعه میبینیم، از سوی تندروها میبینیم و به هم خوردن بازی سیاسی که در ادامه برنامه صحبت میکنیم. متشکرم نیکو انگریزاده. آقای دایی دقیقا مسئله همینجاست، یعنی همزمان با این دیدار که شاید به ظاهر خیلی دیدار خوبی باشه فشار بر جامعه بهائیان افزایش پیدا کرده، چه شعارنویسی دیواری، چه حمله به برخی از خانه ها، دستگیری عمده شهروندان بهایی که به تازگی خبرش اومد، اساساً قوه قضاییه تو این سالهای اخیر بعد از به قدرت رسیدن حسن روحانی در مقام رئیس دولت اسلامی احکام قضایی سنگین‌تری ارائه میکنه. آخرین نمونه هم همونجور که
نیکاهنگ اشاره کرد، حمله تند امامی کاشانی در خطبه های نماز جمعه. برداشت شما از این سلسله رویدادها چیه؟ عرض کنم که اولا خب یه نکته مهمی آقای نیکاهنگ گفتن و اونم اینه که بالاخره این کاری که خانم رفسنجانی کرده با هر نیتی باشه، که من فکر نمی کنم نیت سیاسی خاصی پشتش باشه، شخصا اعتقاد ندارم، هر نیتی هم که باشه خیلی آثار خوب اجتماعی داره. اگر ما بپذیریم که این بالاخره در این کشوری که ما زندگی میکنیم ایران، بالاخره آخونده که خواهند رفت، ولی ما مشکلات عدیده ای داشتیم. این مسئله سرکوب بهایی یا مسئله نیست که با این حکومت شروع شده باشه، که حالا این حکومت این رو به اصطلاح این سرکوب رو نهادینه کرده، حکومتی کرده، احکام سنگین تری میده، به مدار بالاتری اعتقاده. ولی واقعش اینه که در از زمانی که باب اومد و بعد بهاییت و اینها، چه در زمان قاجار، چه در زمان پهلوی و چه در زمان این حکومت که به مدار خیلی بالاتری هست، این سرکوب بهایی بوده و بهایی ستیزی در بخشی از جامعه ما ریشه داره. ببینید آقای نیکاهنگ، آقا زمانی عزیز، این به اصطلاح جامعه‌ای که ما درش هستیم، این خمینی و آدمای عصر حجری که اومدن به ما حکومت کردن، اگه ما میخوام خب تئوریای توته رو بگیم که بله نمیدونم شاه میخواست نفت رو ببره بالا، آمریکا گفت سرنگونش کنیم، نه یه در روشنفکر تونستن مردم رو فریب بدن، نه نمیدونم بریتانیا بود میخواست بکنه، حالا اخیراً هم که کاگبه میخواست بکنه. اگه اینها رو بذاریم کنار، واقعش اینه که جامعه ما بالاخره یه مشکلاتی داشته که میتونست خیلی عادی هم حل بشه، احتیاجی به انقلاب و اینها هم نبوده، ولی چون حل نشد به نقطه‌ای، در یه نقطه‌ای به دلایلی شرایط انفجاری پیش اومد، خمینی و دوروبریاش زدن و بردن. وقتی که این اتفاق افتاد، ناآگاه‌ترین اخشار جامعه رو به خودشون جذب کردن و تمام این رسوبات متعفن فکری که در جامعه ما، یهود ستیزی، نمیدونم دگرندی ستیزی، بهایی ستیزی، زن ستیزی، تمام اینایی که توی این حفره‌ها و سوراخ‌های جامعه ما بود و اینا رو ارتقا دادن، حکومتی کردن، اینها بوده. این کاری که فائزه کرده، این مسئله رو برای اولی با برای من، برای شخص من که سیاسی هم، خیلی به هر صورت یه پدیده نوینیه. ببینید ماها سیاسیون، حالا شما جوان هستید، من یادمه من مدرسه علوی بودم، اکثر این ضد بهایی بازی ها اونجا بود، یه شیخ حلبی بود، انجمن حجتیه بود، انجمن ضد بهایی بود، اینها همه میرفتن از سروشش بگیرید تا همین ظریف و بقیه، من خب از نزدیک اینا رو میشناختم. بهایی ها رو آدم های شاخدار معرفی میکردن، آدم های وحشتناک، نوکر صهیونیست، نوکر یهودی، نوکر اسرائیل، اینا تو جامعه ما بود. من وقتی به خارج اومدم، یادم یکی از دوستان من که در زندان بود و در اوین در اون دوره بکش بکش لاجوردی، وقتی که اومد خارج، اول یکی از سوالایی که من ازش میپرسم این بود که با بهایی‌ها چه کار میکردن. درست راست واقعا سرکوب بهایی‌ها، چون برای خود منم اینقدر رسوبات فکری بود نمیپذیرفتم، فکر میکردم تبلیغاته، که وقتی تعریف کرد که لاجوردی با چه کینه‌ای اینا رو سرکوب میکرد، که واقعا ما درست مثل یهود ستیزی، این اتفاقی که افتاده توی این هفته، ما بیام به خودمون بیام، این سرکوب بهایی‌ها که در هر سه دوره حکومت قاجار و پهلوی بوده و این حکومت، البته تفاوت داره ها، در زمان رضا شاه خیلی کم بود، در زمان محمد رضا شاه تا سال 34 که به اوجش رسید، به حضرت قدس حمله کردن آخوندها، از اون نقطه به بعد دوباره خوشبختانه کاهش پیدا کرد. اینا رو همه رو بررسی کنیم، به خودمون بیایم، اینو به فال نیک بگیریم که بابا دگرندی ستیزی، نمیدونم ضدیت با اقلیت‌های مذهبی قومی، تمام اینها رسوبات فکری بوده که این حکومت اینها رو به اوج رسونده، بارور کرده. باور کنید اگه اینا رو ما باش مبارزه کنیم، ما اگه با یهود ستیزی مبارزه بکنیم، فقط مسئله اخلاقی و انسانی نیستش، که ما ابزارهای حکومت برای موندن سر کار رو ازش گرفتیم، چون این با استفاده از این رسوبات فکری مردم رو فریب میده.
بنابراین یه خط قرمز بسیار مهم مسئله بهائیت از همه از خیلی از مسائل برای آخوندها مهمتره. حالا بحثشو میکنیم. این خط قرمزی رو که فائزه به اصطلاح شکونده رفته دیدار کرده و بحث شده و من شخصا بعید میدونم که هاشمی در جریان نبوده. برای من خیلی دشواره که خود هاشمی در جریان نبوده. به هر صورت اینو به فال نیک بگیریم و بیایم ما هم کمک بکنیم که این رسوبات فکری از بین بره. متشکرم آقای دایی. نیکانگ عزیز، آقای دایی توجه ما رو سوق داد به نیمه پر لیوان، ولی همونجور که خودشون هم فرمودن بعیده که اکبر هاشمی رفسنجانی از این دیدار قبل از وقوعش مطلع نبوده باشه. یعنی هر چقدر هم عدم هماهنگی باشه، آدم وقتی میخواد یه همچین کار بزرگی بکنه میپرسه دیگه که بکنم نکنم، حالا به هر نحوی. فکر میکنید همونجور که بازم آقای دایی درست اشاره کردن که این یکی از جدیترین خطوط قرمز سیستم فقه شیعی هست، یعنی مسئله بهائیت که حالا به نوعی ماهیت و محتوای کسی مانند امام زمان که این آخوندها دکاندار او هستند رو زیر سوال میبره به طور بنیادین. فکر میکنی به صورت بنیادین اگر بخوایم به این مسئله فکر کنیم، چرا هاشمی رفسنجانی باید پذیرفته باشه که پا در یک همچین بازی سیاسی بگذاره؟ او از نقد تند منتقدانش کاملا با خبره. من البته شک دارم که هاشمی رفسنجانی میدونست که نتیجه این دید و بازدید اینقدر حساس خواهد بود در آستانه راه افتادن مجلس شورای اسلامی و بعدن هم مجلس خبرگان. در این که میدانسته من تردید کمی دارم که ایشون نمیدانسته. من به این دلیل که معروف است در خانواده هاشمی هر کس نقش ویژه رو بازی میکنه، حدس میزنم که فائزه این رو به پدرش حتما گفته بود یا به هر صورت به نحوی به اطلاعش رسونده بود. اما با این حال به این دلیل که با فائزه هاشمی یک سال در روزنامه زن کار کردم، گاه گاهی شاهد این بودم که فائزه مسائلی رو مطرح نکرده و بعداً مورد عتاب و خطاب پدر و خانواده قرار گرفته، تا حدی که یک بار محسن هاشمی در جلسه‌ای که در مترو داشتیم سال 77 فقط کم مونده بود صندلی رو سمت من پرت کنه و در حقیقت گفت که شما خواهر ما رو از راه به در کردید. یعنی مواردی بوده که فائزه هاشمی خودش شخصا اقدام کرده برای انجام کاری و با خانواده هماهنگ نکرده. نمیشه کاملا به طور مطلق این رو در حقیقت گفت حتما هماهنگ کرده، ولی این رو نمیتونیم نادیده بگیریم که در خانواده هاشمی نقش ها تقسیم شده. از طرف دیگه ببینید که جناح نزدیک به رهبری بعد از این اتفاق اومدن راجع به بحث حضور آقای خامنه ای در جمکران و ارتباط با امام زمان در جمکران و اینا صحبت کردن. حالا معلوم نیست ایشون تو کدوم چاه میره، آقای خامنه ای پایین که به قول من گوشی دستش بیاد، چاه زنان و مردان میگن داره اونجا. اما ببینید بحث این است که علیه یک گفتمان میتونن یک بازی رو، یک بازی سیاسی رو هم شروع کرده باشن. با این حال اگر مقایسه کنیم با حرفایی که از هاشمی رفسنجانی در یک هفته گذشته شنیدیم و خوندیم، آقای هاشمی تازگی‌ها به نظر میاد که بخشی از حافظش تکون خورده و مثلا از یک طرف میاد مثلا بهائی ستیزی خودش رو تایید میکنه، از طرف دیگه میاد و میگه که مثلا من مخالف جریان انقلاب فرهنگی بودم، من مخالف تحتیل شدن دانشگاه بودم، من مخالف برخوردها بودم. یک چیزایی رو بیان میکنه در این حال که کمک میکنه باز به اینکه مردم بهتر بشناسن که خواستگاه و ذات غیر اقدس ایشون چی هست. متشکرم. به انقلاب فرهنگی اشاره کردی آقای دایی. خود شما در اون دوران انقلاب فرهنگی من فکر میکنم با گوشت و پوستتون لمس کردین این حادثه را. اکبر هاشمی واقعا مخالف انقلاب فرهنگی بود؟ بله دیگه، اینم از اون ادعاهایی که ادعاهای بی پایه و اساس. چون من میدونم این واقعه به قیمت آینده هزاران هزار دانشجوی ایرانی تموم شد. چه اتفاقها، چه فاجعه ها که سر انقلاب فرهنگی در ایران نیفتاد. حالا خیلی جالبه که اکبر هاشمی رفسنجانی که بزرگترین پیروز انقلاب فرهنگی است امروز نفیش میکنه. خب این که در به زبان خیلی راحت دروغ میگه، در این که تعدیدی. ببینید چند نکته هست، من اجازه بدیم بگم. اولا مسئله بهائیت هم توی که گفتیم یک خط قرمز جدی برای آخونداست، دستگاه روحانیته.
چون کوچکترین بخش بهایت هم کسی بپذیره، یعنی تمام دستگاه آخوندی رفته کنار، چون آخوندا میگن یه امام زمانی باید بیاد، ما هم نایه بشیم، و اصلا دستگاه روحانی روی این چیزا سواره. بهایت همه اینها رو رد میکنه، خودش پایان به اصطلاح اسلام میدونه، مثل اسلام که اومد گمان یه دیگه بعد از من پیامبری از طرف خدا نخواهد آمد. بهایی هم میگن دیگه امام زمان و اینا تمامه، دستگاه روحانیت هم نداره بهاییت، هر کسی مسئولیت داره وظیفه خودشو مثلا انجام بده. به خاطر اینم یه خط قرمزه، روحانیت هم از زمان صفوی تا حالا حکومتی بوده، به یه نوعی یا توی حکومت بوده یا در کنار حکومت بوده یا حامی حکومت بوده. بنابراین همیشه با استفاده از حکومت‌ها سعی می‌کردن بهایی‌ها رو سرکوب بکنن. اما این که من گفتم در سه حکومت این کار، در سه خان پهلوی قاجار و به اصطلاح این حکومت بوده، یه وقت اشتباه نشه که فکر کنیم در یه مدار بوده، نه خیر، واقعا اصلا قابل مقایسه نیست. ولی خب متاسفانه در دوره پهلوی هم بود، در سطح بسیار کم حکومتی هم نبود، حکومت مدارا می‌کرد، در یه دوره با روحانیت متحد شده بود، خب دست روحانیت هم باز شده بود، خیلی کارا میکردن، ولی قابل مقایسه با این جنایات که اینا میکنن به هیچ وجه نیست. من یه وقت نیام مثل جنایات اینا رو کم بکنم و بخوام اون رو پر رای میکنم. اما یه نکته هست، ببینید، من شخصا فکر میکنم همیشه توی نظر بودم، حرفایی که رفسنجانی داره اخیرم میزنه برای من سوال جدی باز کرده و کاری که فائزه کرده که من بعید میدونم در خانواده اینها بدون هماهنگی با پدرش بیاد یه همچین کاری بکنه. چون دفعه قبلی هم که از زندان اومد بیرون، خود فائزه گفت آره من در زندان بودم، چه دوستان خوبی اونجا داشتم، مجاهدین، بهائی‌ها، چی چی چی، مورد اعتراض قرار گرفت و میدونست که اگه بخواد دیدار بکنه چقدر مسئله بسیار جدیه. ببینید اینا اختلاف زیاد داشتن، یعنی در باند رفسنجانی و جناح رفسنجانی با خامنه ای اختلاف زیاد دارن، سر خیلی مسائل هم به هم میپرن، یه جاهای خط قرمزه. یعنی من دارم احساس میکنم یکی دو ساله رفسنجانی یه سری خط قرمزهای نظام رو داره زیر علامت سوال میبره. دلیلش هم اینه که بحران زیاده، میخواد مردم رو بکشه کمی پشت خودش علیه خامنه ای و باند خامنه ای، دلایل مختلفی داره. ببینید وقتی اومد رفسنجانی تو آمل تو نور گفتش که بشارت سر داره علیه مردم خودش گاز شیمیایی میزنه، خیلی معنا داره. اومد جنایات بشارت سر یکی گفت، گفت حالا داره گاز شیمیایی میزنه، در موقعی که تمام قرص سپاه قرص بسیج شده بود، خامنه ای همه حزب الله وارد سوریه شده بودن، این در حقیقت اومد با کل دستگاه سیاست منطقه‌ای 30 چند ساله کل نظام خط قرمز رو عبور کرد. خیلی حرفه که متحد اصلی ما در منطقه یعنی حکومت سوریه مردم خوش داره این جنایات میکنه. یا وقتی میاد میگه که آقا ما احتیاج به موشک نداریم، دوره گفتمان هاست، خود این رفسنجانی دنبال موشک بوده، اصلا سی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بخش عمدش و موشکیش و رفیق دوست که وزیر خودش بود اینا بودن که اوردن تو ایران. اینا خط قرمزه، این مسئله بهائیت یکی از مهمترین خط قرمزهای روحانیته. اگر رفسنجانی به هر میزانی در جریان بوده با این کاری که کرده نشون میده که این خط قرمز جدی رو عبور کرده. این وخامت اوضاع رژیمه، ببینید درگیری های اینا به هر درجه که بالاتر میره جدیتر میشه، نشان از خرابی وضعیتشونه که این جناح رفسنجانی میاد با جدیت علیه خامنه ای میسته، از کل نظام هزینه میده برای اینکه نظام رو در خطر میبینن، برای اینکه میدن سیاست خامنه‌ای میتونه کل نظام رو از بین ببره. بنابراین این رو من از این زاویه هم میبینم که وضعیت حکومت خرابه و اینها اومده هاشمی به نوعی تایید داشته پشت این قضیه. متشکرم آقای کوثر. آقای دایی چند نمونه مختلف از همین تضادگویی ها، دو قطبی گویی های هاشمی رو مطرح کرد. فکر نمی‌کنی اساساً خیلی وقتا هم هست که هاشمی دلش می‌خواد نقش اپوزیسیون رو بازی کنه، مخالف خانگی باشه، مخالف قدرتمندی که بقیه مخالفا زیر چتر او جمع بشن و مخالفان حقیقی دیده نشن؟ یعنی آیا فکر نمی‌کنی مأموریتی که برای خودش در نظر گرفته ایجاد جبهه مخالف درونی است برای اینکه مخالفان بیرونی رو از گردونه خارج کنه؟
آقای کاشمی رفسنجانی به خاطر علاقه که به تاریخ داشته همیشه مایل هست که نقشی تاریخی برای خودش تعریف بکنه. یعنی به نظر من از اوناست که روزها جلو آینه میسته و درباره اینکه آیندگان چه درباره او فکر میکنن شروع میکنه به حرف زدن و از این منظر در طول دورهای مختلف دیدیم حرفهایی که میزنه با واقعیتهای جامعه و واقعیتهای سیاسی و سوابق خودش همخوان نیست. خودش رو یک حامی حقوق بشر مینامه، در حالی که وقتی که خودش رئیس جمهوری شد خاطرمون هست که تعداد زیادی از منتقدین به زندان افتادن و شکنجه شدن و عملا جلوی دوربین قرار گرفتن برای اعتراف کردن. نویسندگان زیادی ناپدید شدند، افراد مختلفی در جای جای کشور کشته شدند. حتی وقتی که ایشون میاد درباره مرگ شاپور بختیار اظهار نظر میکنه، پس خودش میزنه به اون را که انگار نمیدونه، نمیدونسته و بعد فهمیده. رئیس شورای عالی امنیت ملی بالاخره خیلی بیشتر میدونه تا دبیر شورا و همچنین وزیر اطلاعاتش و سعی میکنه به نحوی تاریخ رو، اون چیزی رو که دوست داره روایت بکنه. اگر شما کتابهای خاطرات ایشون رو خونده باشید میبینید در خیلی از مسائل طوری حرف میزنه که دوست داشته اونطور اتفاق بیفته. وقتی مقایسه میکنید با واقعیت میبینید همخوان نیست، به جز اون قسمت ها که مثلا نوشته عفت امروز برای من مثلا کوفته تبریزی درست کرد یا مثلا عفت برای من چلو کباب خرید از بیرون. این قسمتش به نظر من واقعی ترین قسمت های خاطراتش هست که درباره خانواده خودش نوشته. اما قسمت های دیگه، بخشی از حرفایی که میزنه عملا برای این هست که واقعیت رو مردم پیگیرش نباشن. به نظر من کار مهمی که محققین میتونن انجام بدن مقایسه دقیق و تطبیقی هست. همونطوری که مثلا خاطرات آقای روحانی وقتی شما بررسی میکنید میبینید که بسیاری از مواردی که ایشون ذکر میکنه بعدن وقتی بررسی میکنید دروغ بوده. مثلا ایشون مدعی شد که در سال 1978 در دانشگاه LSE لندن ثبت نام کرده و بعد در جای دیگه خودش رو داره مدرک دکترا نامیده در 1358 در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی. ایشون برای فوق لیسانس ثبت نام کرده و تازه ترم هم نگذرونده ولی در جمهوری اسلامی سال بعدش خودش رو عملا داره مدرک دکترا معرفی کرده. ببینید این مسائل رو به نظر من به جای اینکه تحت تأثیر قرار بگیریم بهترین کار این میتونه باشه که از همین حرفا استفاده بکنیم برای بررسی بیشتر این صحبت ها. این که ایشون گفتن که مخالف انقلاب فرهنگی بودن، اگر ایشون مخالف بودن چرا در شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفتن؟ اگر کسی مخالف چیزی باشه نمیاد با اون همراهی کنه و نمیاد راجع به اون سخنرانی بکنه. من هیچ سخنرانی به یاد ندارم از آقای هاشمی رفسنجانی در نقد انقلاب فرهنگی، در نقد تعطیلی دانشگاه‌ها، در نقد اتفاقی که بر سر خیلی افتاد. هیچ وقت هیچ خاطره به یاد ندارم از ایشون درباره گزینش‌ها. خب اتفاقی که افتاد در دهه 60، خب من سال 66 به دانشگاه رفتم، آقای دایی خیلی پیش از من در دانشگاه بودن. اگر شما مثلا این مسائل مختلف اون فضای اون زمان رو بیایم با هم تطبیق بدیم میبینیم که هیچ، نه تنها هیچ مخالفتی نکردن بلکه تشویق هم کردن همون جماعت انجمنهای اسلامی، جهاد دانشگاهی و دفتر تحکیم وحدت رو در دورهای مختلف. و بررسی بیشتر نشون میده که هرچی ما میریم جلوتر تعداد خاطرات غیر واقعی به نظر من آقای هاشمی رفسنجانی اونقدر زیاد میشه که احتمالاً چند مدت دیگه هم خواهند گفت که اصلا من از ابتدا عاشق محمد رضا شاه بودم و مخالف انقلاب اسلامی بودم. اگر این رو بگن من هیچ تعجبی نمیکنم. مرسی، متشکرم. و بعیدم نیست با توجه به علاقه که به تاریخ دارن واسه خودشون یه همچین نقشی هم میدن. من یادم بچه که بودیم همین میگفتن اکبرشاه و این همچین شوخی بود. اما فقط به جهت توضیح این رو عرض کنم که انقلاب فرهنگی یکی از ارکان وقوعش خود اکبر هاشمی رفسنجانی بود. در سال وقوع این حادثه اکبر هاشمی رفسنجانی سخنرانی رو در یکی از دانشکده‌های دانشگاه شیراز داره که با حضور دانشجویان ابتدای انقلاب که بیشتر هم خطهای چپ رو داشتند و از اونچه که اتفاق افتاده بعد از وقوع انقلاب در ایران و در حقیقت سر کار آمدن و بدقولی های ابتدایی در همون حدود اولیه مسئولین حکومتی که بیشتر نزدیک به آیت الله خمینی و بدنه مذهبی طیف انقلابیون بودند ناخرسند بودند، اجازه سخنرانی به اکبر هاشمی رفسنجانی نمیدند. بعد هم با این جمله که چگونه کسانی که در انقلاب نقش نداشتند
راه صحبت بر صاحبان انقلاب رو میبندند، انقلاب فرهنگی شکل میگیره، دانشگاه‌های ایران تعطیل میشن و بعد از انقلاب هم مؤسسه‌ای مثل دانشگاه آزاد اسلامی با سرپرستی خود اکبر هاشمی رفسنجانی در ساختار نظام آموزش عالی ایران شکل پیدا میکنه و مسائل رو به سمت و سوی دیگری میبره. آقای دایی عزیزم ببخشید که من از وقت شما سوء استفاده کردم، این مختصر مسئله رو مطرح کردم، اما این گروه های خارج نشین که برخی هاشون متهم به لابیگری برای جمهوری اسلامی یا سینه زدن زیر پرچم جمهوری اسلامی میشن و این چند روزه هم در نیویورک در همسایگی شما با اون بساط کشتی در وسط میدان تایمز هم شاهد و حضور خیلی هاشون در صحنه بودیم که پرچم جمهوری اسلامی پخش میکردن. حالا همکارانم هم اگر بتونن عکسی از پیدا میکنن نشونتون میدن که علی فتح‌الله‌زاده خویی مدیر عامل سابق باشگاه استقلال آمده در ردیف اول تماشای کشتی زنان در میدان تایمز نشسته، یکی از مقامات وابسته امنیتی که مدت‌ها به دلیل همراهیش با رهبران با اعضای دفتر رهبر ایران در مقام مسئولیت‌های مهم ورزشی و امنیتی قرار گرفته. سوال من اینجاست، اینها به شدت حمایت کردن، یعنی همین گروه‌های خارج نشین حمایت کردن از این حرکت خانم هاشمی و اون رو سمبل تغییر و تحول دونستن. آیا واقعا فکر میکنید که ممکنه هدفی بوده که بخواهند خوراک تبلیغاتی در اختیار افرادی که این بیرون دارن قرار بدن؟ عرض کنم که اجازه من قبلش یه نکته رو بگم. هاشمی رفسنجانی که حالا خیلی ها ناجی میدونن اینا یا حرفایی که میزنه ممکنه خب خوشایند باشه، یکی از جانی ترین افرادیه که در این مملکت ایران ویران کردن ایران رو. یعنی ما اگه جنایات این حکومت رو بخوام بررسی بکنیم تو این سالها، خب در رأسش رفسنجانی خامنه‌ای یعنی. من یادمه موقعی که خمینی در پاریس بود من نزدیک در جریان خیلی مسائل بودم، تنها کسی که خمینی بهش اعتماد داشت پاریس وقتی تماس میگیره با اون مشورت میکرد من جمله رفتن سفر دکتر بختیار به پاریس رو با رفسنجانی مشورت میکرد. بیهودم نبود که حکم نخست وزیری مهندس بازرگان رو رفسنجانی خوند. یکی از مهمترین و شاید بگم بالاخره بعد از خامنه‌ای یا خامنه‌ای الان شده رهبر، مهمترین عنصر بود در همه جنایت‌ها شریکه. یک دوم جنایات این حکومت که خود رفسنجانی هم توش بوده، گریبان خود خانواده اینها هم گرفته، یعنی فاطمه و فائزه با دو تا پسرهای آیت لاهوتی ازدواج کردن، بعد اونی که پسر لاهوتی یعنی بردر شوهران فائزه و فاطمه رو همین حکومت کشت، آیت لاهوتی هم به همین ترتیب مورد ستم قرار گرفت. یعنی نزدیک اینا شاهد جنایت بودن. حالا آیا وجدان اینها محرکی بوده برای اقدام به اصطلاح فائزه پشیمانه از این همه شراکت در این همه گناهان که این کارا رو میکنه؟ به هر صورت بعد به فال نیک گرفت، ولی فال نیک گرفت یه وقت نیم ما بخوام جنایات رفسنجانی رو مثلا یه ذره بشوییم. یک دوم این لابی ها خب یه جاهایی که نمیتونن، اگه به اینا بود که هیچی نمیگفتن که این نایاک تا سال 2007 که در خیلی از رسانه ها مطرح شد به عنوان لابی جمهوری اسلامی، از زمانی که تأسیس شده بود تا زمانی که پر مقاله شد نشد در موردش، حتی یه نمونه در مورد حقوق بشر تو ایران نقض حقوق بشر مطلب ننوشته بود. چرا؟ یه مقاله نوشته بود که کمال خراجی اومده بود توی لس آنجلس ایروان کجا سخنرانی کنه، بعد تظاهرات کردن مخالفان، این در دفاع از حقوق بشر کمال خرازی تیتا پارسی مقاله نوشته بود. روی اجبار اینها از خانم ستوده حمایت میکنن، مقایم که میکنن به نوعی میکنن که به هر صورت اعتراض به حکومت در داخل سیستم باشه، یعنی پیام به اصطلاح مبارزات حقوق بشری وقتی نباشه که خارج از سیستمه. بنابراین برای اینا بهتره تا وقتی میخوان یک نقض حقوق بهایی رو بگن از زبان کی بگن؟ از زبان فائزه رفسنجانی بگن. وقتی که میخوان خیلی دیگه خیلی برن بالا میان خانم شیرین عبادی دفاع میکنن. کجاها؟
جایی که خانم شیرین عبادی میاد میگه بله اصلاح طلبی خوبه بعد در داخل نظام باشه. یعنی اینا سعی میکنن حقوق بشر هم در داخل سیستم مطرح بکنن. نقض حقوق بشر هم که میگن همین که بالاتر نره. بنابراین این کاری که فائزه کرده محاسن خیلی زیادی داره، باید تحسین کرد. از حد نباید گذرون که وقت خانواده رو بخوام تعطیل بکنیم به هیچ وجه. سوم هم این که یه منافع کوچیکی هم داره که همین لابی ها سعی میکنن نقض فاحش حقوق بهائیان رو چیکار کنن، گفتنش رو بازم از زبان خود جناهای حکومتی بگن. بهتره از این زبان بگن تو از زبان آدمای مخالف که مبادا نونش تو جیب کسی دیگری بره. متشکرم آقای دایی عزیزم. نیکانگ عزیز، این تصویری که گفتم از آقای علی فتح‌الله زاده رو اگر اجازه بدید همکارانم تصویر بگذارد به اتفاق ببینیم. نفر چهارم، نفر سوم، آقایی که برای همه بینندگان خوبی که حداقل در ایران هستن آشناست، آقایی که دستش رو جلوی کتش گرفته و نشسته و داره میخنده از دیدن مسابقه کشتی زنان در میانه میدان تایم اسکوئر، علی عالمی، روزنامه‌نگار ورزشی نویس که خب برای خیلی از اهالی ورزش هم آشناست، میگه سالهاست میدانیم دل و زبان مسئولان یکی نیست، برای همین حرفایشان نه تنها تأثیری ندارد بلکه اغلب مایه تمسخر جامعه است. مدیرانی که با تناقضهایشان، دروغهایشان و چشمهای ذوق زدهشان کشوری را به بنبست رساندند. گشت نامحسوس برای این مدیران راه بیاندازید. نه مردم، این واژه ها رو علی عالمی روزنامه‌نگار ورزشی نویس در خصوص این عکس نوشت که بعد با باستاب در مردم ریپورت، خبرگزاری را شهر و دیگر جاها هم مواجه بوده و خب خیلی هم سر صدا کرده در طول کمتر از 24 ساعتی که این عکس منتشر شد از عصر دیروز که این کشتی ها برگزار میشد تا الان میلیون های ایرانی یا میلیون ها علاقمند حداقل این رو در شبکه‌های اجتماعی دیدند و به اشتراک گذاشتند و بارها دیده شده. سوال من نیکوهنگ عزیز دقیقاً اینجاست، یه مدیر درجه سوم، درجه چهارم نظام مثل علی فتح‌الله زاده که چون خانومش خواهرزاده نمیدونم فلان کسک علی آقا محمدی در دفتر بیت رهبری مسئولیت باشگاه استقلال بهش میدن، این جور درویی میکنه، از اون ور میاد میگه ورود خانم ها به استادیوم ممنوعه، از این ور خودش میشینه کشتی زنان رو نگاه میکنه، آیا واقعا سمبل همین نظامه؟ آیا واقعا میشه گفتش که این کپی برابر اصل هاشمی رفسنجانی هاییست که انقلاب فرهنگی میکنن، انقلاب فرهنگی رو نفی میکنن، امروز یکی به میخ میزنن یکی به نر میزنن؟ اساسا این دروغ و دغلکاری میتونه کوچکترین جای امیدواری برای جامعه بهایی برای باز شدن هیچ گره از زندگی اجتماعیشون به جا بگذاره؟ اول از همه فقط اظهار امیدواری بکنم که بیداری مردم ایران کمک بکنه به دفاع از حقوق شهروندان بهایی به عنوان همشهری ها و همسایگان بسیاری از مردم که متاسفانه تحت تأثیر تبلیغات و هر چیز دیگری با اینها رابطه خوبی نداشتند خیلی ها تا کنون و الان دارن آگاه میشن و به نظر من از این مسئله همطور که آقای دایی گفت تا ما بیاییم بعضی از چیزها رو حتی شده در یک حداقل به فال نیک بگیریم. نکته دوم این که ما اینو در نظر بگیریم که الان ما در دوره هستیم که اطلاعات به راحتی پنهان نمیشه. آقای فتح‌الله زاده وقتی زاویه چشمش رو نگاه میکنه که داره کشتیگران زن رو نگاه میکنه، احتمالاً برگرده ایران از مسئولان ورزشی خواهد خواست که حضور برخی از مسئولان در مسابقات زنان رو آزاد بکنه، نه حضور زنان در مسابقات ورزشی مردان رو. من هیچ انتظار دیگری از آقای فتح‌الله زاده ندارم، چون من احتمالاً نمره عینکی ایشون هم تغییر خواهد کرد موقع برگشتن به ایران از بس که زل زده به کشتی. اما ببینید یه مسئله رو در نظر بگیریم، ریاکاری جزء اصول این نظام هست. ریاکاری چیزی است که از متاسفانه در دل جامعه ما هم وجود دارد و در حکومت هم به قول معروف خیلی غلیظ‌تر و کنسانتره شده. اینکه اگر ما در نظر بگیریم یک بچه خانواده ایرانی وقتی به ایران میره تفاوت‌ها رو بهتر مشاهده میکنیم که میبینه بچه هایی که در ایران بزرگ شدن خیلی محافظه‌کارتر یا خیلی به قول معروف سعی میکنن با واقعیت بیشتر بازی بکنن تا نسبت به بچه هایی که این طرف
بزرگ میشن. شاید به واسطه نیاز دفاعی جامعه ما باشه که بسیاری از واکنش ها واکنش دفاعی هست و به خاطر همون از واقعیت ها سعی میکنیم دوری کنیم. این همین حضور آقای فتح‌الله‌زاده در اینجا، حضور بسیاری از مقام های مثلا چند سال پیش بود که عکس یک از دستیاران آقای احمدی نژاد رو دیدیم که در یک مراسم رقص نشسته بود و داشت لذت می‌برد. رقصی که در ایران زنان حق ندارن حتی در جلسات بسته انجام بدن، مثلا در سالن‌های ورزشی. امیدوارم در حقیقت این اتفاقات باعث بشه که از طریق شبکه‌های اجتماعی مردم آشناتر بشن با واقعیت‌ها و سوال‌های بیشتری بکنن. من چیزی که احساس می‌کنم نیاز جامعه ماست پرسشگری رو بایستی زیاد بکنیم، نه اینکه پذیرش رو، چون پذیرش که الحمدلله قرن هاست که ما داریم هر چی که بهمون میگن رو میپذیریم. مهم این است که در مقابل چیزایی که در جلومون گذاشتن بپرسیم که چرا بایستی جامعه مسلمان با بهایان بدرفتاری بکنه، چرا بایستی تبعیض‌آمیز رفتار بکنه، چرا بایستی وقتی یک دانش آموز بهایی از شیر آبی آب میخوره نفر بعدی که میره اونو آب بکشه که حرمت اون رو از بین ببره. ببینید اینو ما در جامعه ایرانی، من در شهر شیراز که یکی از تجمعات مهم جامعه بهایت اونجا هست شاهد چیزهایی بودم در دوره دبیرستان که خب وحشتناک بود. آقای دستقل یا آقای حائری یا خیلی دیگه و آقای مهاجرانی به عنوان نماینده مجلس و خیلی دیگه کسانی بودن که ضد بهاییان شناخته میشن. اگر پدیده مربوط به اعدام گروهی از بهایان رو در سال 62 به یادمون بیاریم، میبینیم یکی از مونا یکی از دختران 17 ساله بهایی بود که اعدام شد و من بعدها تصادفا فهمیدم که مثلا نزدیکی از باغ‌ها اینها رو دفن کردند. این تمام بحث‌ها همیشه وجود داشته، منتها واکنشی ما از جامعه ایرانی نمیدیدیم اون موقع. الان به نظر من همین که داریم واکنش‌های رو میبینیم این رو باید به فال نیک گرفت و امیدوارم که هرچی بیشتر شاهد بیداری طبقات مختلف ایران باشیم. متشکرم نیکو انگرزی. آقای دایی چند دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم، میخوام از این فرصت استفاده کنم و از شما بپرسم که آیا من به عنوان یک شهروند ایرانی در هر کجای دنیا که هستم، چه در داخل ایران چه در داخل در خارج از ایران، وقتی حکومتی دارم که بین من و شما اختلاف و فاصله ایجاد میکنه به انواع مختلف مذهبی، قومی، نژادی یا هر چیز دیگری، به عنوان یک کسی که در این راستا سالها زحمت کشیدید، سالها تلاش کردید که چهره حقیقت رو نشون بدید، چه توصیه‌ای به من شهروند ایرانی و هزاران هزار شهروند دیگر ایرانی خصوصا هموطنامون در داخل کشور دارید که بتونیم این اتحاد و برابری و برادری خودمون رو بیشتر کنیم علی رغم داشتن یک حکومت مسئول و یا به عبارتی حتی نامسئول که میخواد بین ما اختلاف وجود داشته باشه؟ من عرض کنم ببینید این حکومت واقعش اینه که خب طبیعتا اولین ابزار موندنش سر کار سرکوبه، سرکوب وحشیانه و بعدم سرکوب مدیریت شده. یکی از گسترده ترین سیستم سرکوب در دنیا رو داره. درسته هم دیدم پیروز یه نوشته بودش که رئیس فرمانده نیروی انتظامی نم چی که ما یه گردان ویژه ضد شورش درست کردیم از زنان و توضیح داده بود که چرا و فلان، آماده باید باشیم که یه وقت این تظاهرات صنفی و اینها یه وقت به چیزای بالاتری منجر نشه. خب صدها نوع از این چیزا داره، ولی پایه دیگر بقای این حکومت، ما وقتی میگیم بقای این حکومت مسئله فقط دشمنی با این حکومت نیست، مملکت داره از بین میره، داره نابود میشه، اصلا هیچ چیش دیگه نمیمونه اینا برن، باید تا 400 نسل تاوانشو پس بدن. ولی من وقتی که برای بقای حکومت میکنیم مسئله اینجاست، زیانهای ماندن اینا چجوری، اون پایه دیگه ماندنش همین رسوبات فکریه. مثلا بحث ضد آمریکایی، ببینید تو آمریکا این لابی هایی که اینا میکنن، همین بحث ضد آمریکایی، همین دکان های ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی، خب این حکومت اینا رو بارور میکنه، حکومت روی این چیزا سواره. ببینید این برنامه هسته ای ما جرئت نمیکردیم حرف بزنیم، میگفتن اه شما طرفدار اسرائیلی، شما طرفدار فلانی، چرا ما نشسته باشیم، حق مسلم است. حالا دخالت داره میکنه در منطقه، داره کشتار و قتل عام میکنه، روزی 10 نفر دارن در ایران تشییع جنازه میکنن، میلیاردها دلار از جیب مردم رو خرج میکنن، کسی جرئت داره حرف بزنه؟
بی بی سی گزارش میاد برنامه ایجاد میکنه که سه تا کارمنداش میگن سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه عالیه. سردار عارف قاسم سلیمانی، اون یکی میگه رستمه، اون میگه من فلانه. ببینید این رسوبات فکری رو که این حکومت روش سوار شده، از مردم سواری میگیره، مملکت رو داره نابود میکنه، که وقتی اینا برن به گفته خود کلانتری وزیر کشاورزی خودشون دیگه کاری میکنن که مارمولک هم توی این فلات ایران نتونه زندگی بکنه، هیچی نمیذارن. خب رو چی سواره غیر از سرکوب؟ رو همین رسوبات فکری که یکیش بهای ستیزیه، یکیش ضدیت با سنی ها، با اقلیت ها. میگیم آقا چه اشکالی داره کردها و اینا در مدارسشون مثلا زبان خودشون رو درس بدن؟ ما در آریزونا بودیم، برای مکزیکی های اسپانیایی زبان مجبور بودن تمام ادارات دولتی در اون منطقه باید کارمندان اسپانیایی داشتن که بتونن صحبت بکنن با اینها. حالا ما بیام در مورد ایران بگیم، میگن شما تجزیه طلبی. ببینید اینا رسوبات فکریه که این حکومت روش سواره. ما برای اینکه به هم همدلی نزدیک بشیم و شر این حکومت خلاص بشیم، گام مهمش آگاهی رسانیه که این رسوبات از بین بره، که با این رسوبات مبارزه بکنیم اون حکومت نتونه به عمر خودش ادامه بده. متشکرم آقای دایی عزیزم، همچنین آقای کوثر از حضور شما هم سپاسگزارم.